در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. نظریات کمیسیون مستقل انتخابات و تصویب و توشیع قانون انتخابات در افغانستان. در اسرائیل و فلسطین ترمند سول پاره پا مخامخ خبرو پیل کیدو که در امریکا هیلمندی زیاده شویده. در بخش سیهی برنامه این ساعت روی اهمیت روزه و تاثیر آن بر بدن معلوماتی را از مهمان برنامه میشنوید. او پا افغانستان که در فوتسال یا سرپوتی میدان که در فوتبال مسابقی پیلی شوید. در خبرونی پا پای که باید وگوری داشنا تلویزیون سر ویسه. بینندگان محترم تلویزیون آشنا سلام، دینا روزبه هستم. برنامه امروز یک شنبه 21 ماه جولای سال 2013 را که با گزارش های مختلف جهان و افغانستان من جمله نظریه کمیسیون مستقل انتخابات در قبال تصویب و توشیع قانون انتخابات در افغانستان، سفر یک مقام ارشد پاکستان به کابل و دیگر اخبار جهان در رابطه با شرق میانه اختصاص داده شده است با خبری رسیده از کابل آغاز میکنم. سرتاج عزیز، یک مقام امور خارجه و امنیت ملی نواز شریف صدر اعظم پاکستان، امروز به کابل مواصلت کرد و در سفر یک روزش به افغانستان از جانب نواز شریف از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای بازدید رسمی از آن کشور دعوت به عمل آورد. سرتاج عزیز امروز در کابل پس از ملاقات با زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرد. عزیز گفت در پالیسی خارجی نواز شریف در امور داخلی افغانستان هیچ گونه مداخله صورت نمیگیرد، بلکه آنان دست همکاری به سمت افغانستان را دراز نمودند. در این زمان وزیر خارجه افغانستان گفت متاسفانه تا هنوز این تلاش های دولت افغانستان نتیجه ای که ما انتظار داشتیم به دست نیامده است. بنابراین ما جدا امیدوار هستیم که بتوانیم با حکومت جدید منتخب پاکستان تحت رهبری جلالت مآب صدر اعظم نواز شریف و رهبران مانند جلالت مآب آقای عزیز و دیگر همکاران ایشان در روابط دو جانبه بین افغانستان و پاکستان یک صفحه جدید همکاری صادقانه و عملی را بکشاییم. و حال به خبر دیگری از افغانستان توجه کنید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا هنگامی که نهادهای قضایی درباره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که به نقض حقوق بشر متهم هستند فیصله نهایی نکند، این کمیسیون هیچ محدودیتی را بر نامزدان آوردن نمیتواند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون که در نشست شبکه نهادهای مدنی صحبت میکرد، نقش جامعه مدنی را در برگزاری انتخابات شفاف و همشمول مؤثر ارزیابی کرد و گفت نهادهای امنیتی باید برنامه تامین امنیت مراکز رای‌دهی را به گونه کتبی به این کمیسیون بفرستند و اضافه کرد که هنوز هم کمیسیون انتخابات در گزینش زنان در بسیاری از ولسوالی‌ها مشکل دارد. هنوز هم کمیسیون در بعض موارد دچار مشکل و چالش است، بخصوص هنوز هم کمیسیون نتونسته که در 45 ولسوالی افغانستان کارمند خانم البته جلب و جذب کنه و این پروسه را در بعض موارد شاید متاثر بسازه. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که انتخابات افغانستان دیگر بدیل ندارد و برای نخستین بار است که با تصویب قانون انتخابات افغانستان یک انتخابات مشروع را تجربه میکند و به گفته وی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه برای نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی یک سلسله صلاحیت ها در نظر گرفته شده است. و اما از پاکستان، مقامات در پاکستان میگویند که دو انفجار جداگانه در کراچی جان حداقل دو تن را گرفته و 6 تن دیگر را مجروح ساخته است. در انفجار اول که به روز شنبه به وقوع پیوست، یک مقام حکومتی هدف این واقعه در منطقه عیسی‌نگری بود. یک موتورسیکل مملو از مواد منفجره حین نزدیک شدن موتور حامل این کارمند شاروالی منفجر شد که در آن 4 تن مجروح شدند. انفجار دوم در طبقه سوم یک عمارت مسکونی به وقوع پیوست که در آن حداقل 2 تن کشته و 2 تن دیگر مجروح گردیده است. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویدادها را بر عهده نگرفتند.
و اما از شرق میانه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که از سرگیری مذاکرات با فلسطینی‌ها منافع استراتژیک و حیاتی را برای اسرائیل دارد. صدر اعظم اسرائیل در اواخر روز شنبه گفت که از سرگیری مذاکرات نه تنها برای ختم مناقشه میان اسرائیل و فلسطین های اهمیت است، بلکه برای واضح شدن چالش هایی که اسرائیل از جانب ایران و سوریه با آن مواجه است نیز نقش عمده ای را دارد. برای تفصیل بیشتر این موضوع به این گزارش توجه کنید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اواخر روز جمعه در عمان پایتخت اردن اعلان نمود که اسرائیلی ها و فلسطینی ها به زودی جهت نهایی کردن جزئیات یک موافقت نامه برای سرگیری مذاکراتی که در سال 2008 از هم فرو پاشید به واشنگتن خواهند آمد. آقای کری گفت هرچند این گفتگوها و بحث ها محرمانه تر بماند، به نفع پیشبرد روند صلح خواهد بود. مردم منطقه در مورد این خبر واکنش های مختلف نشان دادند. این کار باید قبلا انجام می شد، اما خوش هستم که بالاخره صورت می گیرد. من در مورد قابلیت نتانیاهو یک کم مشکوک هستم که آیا وی واقعا چنین می خواهد؟ یک موافقت نامه صورت می گیرد. اما به هر حال خوش هستم که حداقل آنها با هم می نشینند و صحبت می کنند. موافقت نامه اعلان شده بسیار شکنند است. واضح است که اسرائیل سرحدات سال 67 را به مثابه یک شرایط برای مذاکره نمی پذیرد. در این زمان اسرائیل به اعمار مساکن در حال ادامه خواهد داد که مذاکرات در جریان خواهد بود. این عمل هر نوع فرصت برای پیروزی این مذاکرات را ضعیف خواهد ساخت. سامی ابو زهری سخنگوی حماس در غزه می گوید که گروه او اعلام آقای کری را رد می کند که می گوید مشروعیت برای مذاکره آقای عباس از طرف آنها را به رسمیت نمی شناسد. جنبش حماس اعلان آقای کری را در مورد از سرگیری مذاکرات کاملا رد می کند. این جنبش مذاکرات میان اداره خودمختار فلسطینی و اشغالگران را به مثابه یک راه دور زدن از یک اجماع ملی می پندارد. جنبش حماس هنوز هم فکر می کند که محمود عباس هیچ مشروعیت برای مذاکره به نمایندگی از مردم فلسطین و حقوق ملی را ندارد. سیپی لیونی رئیس مذاکره صلح اسرائیل اعلامیه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را برای سرگیری احتمالی مذاکرات مستقیم صلح محتاطانه استقبال نمود. این حقیقت است که در کنار رضایت عمیق من از اعلان روز گذشته و اعلانی که ما به دست آوردیم، آن نیز یک مسئولیت بزرگ است. مسائل همه روی میز مذاکره گذاشته خواهد شد، اما در کنار این عمل ما برای حفظ منافع ملی اسرائیل مسئولانه عمل خواهیم کرد. فلسطینی ها خواستار آزادی برخی از زندانیان نیز شدند، موضوعی که اسرائیل به نظر می رسد آن را پذیرفته است. به اساس ارگان مسئول زندانیان فلسطینی که از منافع زندانیان و خانواده های آنان مواظبت می کند، 103 زندانی قبل از قرارداد اسلو در زندان های اسرائیل نگهداری می شوند. برشنا و مرخیل، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. برنامه را با تن با خبرهای رسیده از جهان ادامه می دهم. ملک عبدالله پادشاه اردن اولین مقام ارشد آن کشور است که از مصر بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب آن کشور توسط اردو بازدید به عمل می آورد. ملک عبدالله به روز شنبه با عدلی منصور رهبر حکومت انتقالی مصر ملاقات کرد. این سفر وی به قاهره یک روز بعد از آن به وقوع می پیوندد که هزاران مصری در شهرهای مختلف آن کشور به حمایت از مرسی دست به تظاهرات زدند. در سلسله تظاهرات هزاران تن از حامیان مرسی در یک مسجد در حالی که بیرق‌های مصر را بر دست داشتند به رسم اعتراض نشستند و حزب اخوان المسلمین نیز منصور را من حیث رئیس جمهور آن کشور به رسمیت نشناخته است. این حزب شرکت در حکومت انتقالی و یا رقابت در انتخابات را نیز رد کرده است. و حال به گزارشی از ژاپن توجه کنید. شهروندان ژاپن به روز یکشنبه برای انتخابات اعضای مجلس نمایندگان پارلمان آن کشور رای دادن، در حالی که انتظار می رود شینزو آبی صدر اعظم کشور در نتیجه این رای گیری از قدرت بیشتر در آن کشور برخوردار گردد. نتایج ابتدایی نشان می دهد که حزب بر سر اقتدار آقای آبی ممکن 70% آرا را برای کسب اکثریت 121 کرسی مجلس نمایندگان به دست آورد. در صورتی که این حزب اکثریت آرا را در این انتخابات به دست آورد، این موضوع خواهد توانست که با یک بنبست 6 ساله به نتایج این گونه انتخابات در ژاپن خاتمه دهد. یکی از اهداف آقای آبی در ژاپن در صورت برنده شدن اکثریت آرا در این انتخابات اعمال اصلاحات اقتصادی برای افزایش قابلیت رقابت ژاپن
ذکر شده است. تونی بورک وزیر امور مهاجرین استرالیا بعد از وقوع یک اعتراض گسترده که باعث تخریب بخشی از یک مرکز توقیف در جزیره نارو گردید، بیان نمود که کسانی که در جزیره نارو به سر برده و خواهان پناهجویی هستند از قوانین خاص تحقیقات جنایی مستثنا قرار نخواهند گرفت. حدود 125 تن از کسانی که خواهان پناهجویی شده بودند و در توقیف پلیس قرار داشتند در شام روز جمعه دست به اعتراض زدند که این موضوع تخریب یک مرکز توقیف در یک کمپ مهاجرین در این جزیره را با خود به همراه داشت. کشور استرالیا به جزایر نانو، پاپو و نیوگینی برای مراکز توقیف و مخصوص پناهجویان غیرقانونی پول پرداخت می کند. اکثر این افراد که به شکل غیرقانونی به رفتن به استرالیا کوشش می کنند توسط پلیس توقیف و در این کمپ های دارای خیمه ها برای سپری کردن مراحل قانونی نگهداری می شوند. و حال به گزارش در رابطه با قاچاق انسان ها در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده توجه کنید. ویرجینیا ایسیاز در سن 15 سالگی مجبور شد در کشور اصلیش در مکزیکو ازدواج کند، اما بعداً اختطاف شد. دختر 6 ساله مجبور به فحشا شده و داستان وی در فیلم مستند به نام ریگ‌های خاموشی منعکس شده است. ایسیاز همکنون فعال مخالف قاچاق انسان است. وی درباره بهای قاچاق انسان برای گروه‌های مانند این گروه در سانتا آنا کالیفرنیا صحبت می‌کرد. آنها طفل شما را می‌گیرند و برای زن دیگری می‌دهند و طفل زن دیگری را برای شما می‌دهند و به همین خاطر مانع می‌شوند که مادران فرار نکنند. آنها شما را تهدید می‌کنند و افراد دیگری شما را نظارت می‌کنند. با گفته چلو الویراز استیل، فیلمساز، ایسیاز فرار کرده و پول گزاوه برای به دست آوردن طفل خود پرداخته است. داستان وای بسیار معمولی است. به خاطر جهانی شدن مسئله، مهاجرت باعث می شود که مردم از یک کشور به کشور دیگری بروند و آنها بیشتر با قاچاقبران روبرو می شوند. الویراز استیل یک گیم را درست کرده است که جوانان را در مورد این مشکل آموزش می دهد. ارقام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که قاچاق انسان بیشتر جوانان هستند و 80% آنها مورد فروش جنسی قرار می‌گیرند. 20% آنها به کار اجباری آغشته می‌شوند و یک تن در میان 5 تن قربانی یک طفل است. مقامات در ایالت لس آنجلس اخیراً اعلام کردند که برنامه آموزشی برای آگاهی رانندگان معمولی و رانندگان سرویس‌ها در نظر گرفته شده است تا با مشکلات قاچاق انسان در بین افراد جوان مبارزه کنند. لی بکا عضو پلیس ایالت لس آنجلس است. میگوید آنها قربانیان هستند نه مجرمین. صدها و صدها و شاید هزاران زن جوان و دختران زیر سن 18 سال در بدل پرداخت پول به فحشا کشانیده شدند. و مردانی که این حلقه های فحشا را به پیش میبرند کسانی هستند که ما آنها را باید مورد تعقیب قرار بدهیم. قرار است در انتخابات ماه نوامبر امسال در کالیفرنیا مجازات بیشتری برای قاچاقبران انسان در نظر گرفته شود که بتواند قربانیان قاچاق انسان را کمک نموده و کسانی که به جرایم جنسی متهم شدند اسمای افراد را که در اینترنت هستند افشا کنند. کریس کلی راننده موتر مدیر اجرایی از بقیه فیسبوک بود. ما می خواهیم که مطمئن شویم در بدترین حالت محکومین به جرایم جنسی در فیسبوک و سایر صفحات آنلاین یا اینترنتی همانند کریگزلست، بک پیج و غیره مورد تعقیب قرار می گیرند و برایشان گفته می شود که شما نمی توانید تجارت خود را در محیط آزاد مجازی یا آنلاین پنهان کنید. ویرجینیا اسیاس می گوید متحملین قاچاق انسان باید غرور خود را نجات دهند. فرق نمی کند که چه اتفاقی افتاده و چی نوع زندگی کردید. چیزی که مهم از ارزش ها و قدرت شماست. هیچ کسی نمیتواند آن را شما بگیرد به خاطر که شما آزاد تولد شده اید. ایسیاس از دیگران میخواهد تا درک کنند که برای قربانیان قاچاق انسان امید باقی است. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. طوری که در ابتدای برنامه شنیدید، سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در یک سفر رسمی در کابل است که هدف این سفر انتقال دعوتنامه رسمی اسلام آباد برای جمهور افغانستان برای سفر وی به آن کشور ذکر گردید. تحولات بیشتر در این عرصه از همکارم ریمگل ساروان میشنویم که از استودیو کابل با ما هستند. آقای ساروان با سلام به شما، بفرمایید که دیگر چه ملاقات ها و دید و بازدید های بین مقام ارشد پاکستان و مقامات افغان تاکنون صورت گرفته؟
بعد از ظهر امروز سرتاج عزیز مشاور ارشد نواز شریف در امور امنیت ملی پاکستان و همچنان در امور خارجی پاکستان امروز به کابل رسید. اولین ملاقاتش با زلمی رسول وزیر امور خارجی افغانستان صورت گرفت و بعد از آن کنفرانس خبری داشت و در کنفرانس خبری در مورد روند پروسه صلح صحبت نمود، گفت که پاکستان با طالبان از سابق تماس ها داشته و پاکستان در تلاش از این است که اهم اطراف و جوانبی که در افغانستان دخیل هستند اینا را تشویق نمایند تا به حکومت افغانستان مذاکره کنند و بشینند و گفتند که به خواست شورای عالی صلح افغانستان لبیک گفتند و در سابق هم ملاقات های را با از شورای عالی صلح با طالبان را مساعد ساخته است و همچنان 26 زندانی طالبان را زندانهای خود رها نمودند و گفتند که اگر در آینده هم شورای عالی صلح از پاکستان بخواهد همکاری میکند، ولی گفتند که پروسه صلح را تضمین کرده نمیتواند، ولی افزود که این به افغانا تعلق دارد که افغانا در خود بنشینند و رهبری این پروسه را به خودشان به پیش ببرند. سرتاج عزیز امروز با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی افطاری دارد و مهمانشان هست و در آنجا پیام حسنی نیت نواز شریف را به رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خواهد رساند و از ایشان رسما به پاکستان دعوت خواهند کرد که با پاکستان بروند. چیزی که دو بار از طرف پاکستان از رئیس جمهور افغانستان درخواست شده بود تا با پاکستان بروند، ولی رئیس جمهور افغانستان بنابر این که در گذشته روابط و سفرها نتیجه نداده بود به این اساس نرفته بود به اسلام آباد. بله، تشکر و ممنون از شما بینندگان و شنوندگان را در جریان جزئیات بیشتر این سفر در طول نشرات امشب رادیو و تلویزیون آشنا قرار خواهیم داد. تشکر از شما. می‌پردازیم به بخش سیه برنامه این ساعت. ماه رمضان در جوامع اسلامی ماه مملو از برکت و رحمت پنداشته می‌شود و تمام مسلمانان تلاش می‌ورزند تا به نوعی از برکات این ماه بهره‌مند شوند، ولی در این زمره کسانی نیز هستند که به دلیل ابتلا به تکالیف صحی قادر به گرفتن روزه نیستند. در رابطه با داشتن مشکلات صحی و گرفتن روزه همکارم خدیجه الکوزی با همکاری انشم نپته نظریات یک امام مسجد مشهور در شهر واشنگتن را جویا گردید که تفصیل آن را در این گزارش مشاهده میکنید. روزه در اسلام احکامی به خصوص خود را دارد. این فرضیه بالای تمام مسلمانان واجب نیست. کسانی که به سن بلوغ نرسیدند، مسافرین، مادران حامله و شیرده، مریض ها و کهنسالانی که توانایی فاقگی را ندارند از فرضیه روزه معافند. آنچه بیشتر در میان افراد بس برانگیز است روزه گرفتن یک شخص مریض می باشد که در کنار مریضی چگونه ضروری مسئولیت دینی خود را ادا کند. در رابطه با گرفتن روزه و تطبیق شرایط آن برای مریضان، دکتر عبدالله خوج امام مسجد واشنگتن دی سی می گوید: Allah teaches us and says, O you who believe, fasting is mandated on you as it was mandated. روزه برای تمام مسلمانان فرض است، اما آن عده از آن معاف می باشد که در سفر بروند و همچنان اشخاصی که مریض باشند از این امر مستثنا. مریضان هم به دو گروه تقسیم شدند. تعدادی که برای یک مدت موقتی مریض می باشند که آنها می توانند بعد از صحت یابی دوباره روزهای قضایی خود را روزه بگیرند، و گروه دیگر تکالیفی دارند که امکانات بیبودی آن کم می باشد. آنها در عوض کفاره روزه خود را باید بپردازند. از آنجایی که اسلام یک دین با اعمال جبر و زور نیست، ادای فرایض و احکام آن نیز وابسته به شرایط جسمانی و ذهنی مسلمانان می باشد. آقای عبدالله می گوید که خداوند هیچگاه بالاتر از توان بندگانش چیزی از آنها طلب نمی کند. In another verse, God teaches us and says, قسمی که در یکی از آیات ذکر شده، خداوند بزرگ روی هیچ یکی از بندگانش آنچی که از قدرت و تواناییشان بالاتر باشد روا نمی دارد. انسان ها تا حد توان خیش زحمت می کشند و خداوند بخشنده و مهربان است. با گفته امام عبدالله، اگر شما بدانید که نخوردن غذا و آشامیدنی ها به صحت شما ضرر می رساند و باعث تجدید مریضی شما می گردد، روزه گرفتن برایتان واجب نیست. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب در حالی که ماه رمضان جریان دارد، در بخش سه برنامه این ساعت معلومات را در قبال اهمیت روزه، تاثیر آن بر بدن، نکات مهم و عمده‌ای را که باید روزه‌داران در بخش تغذیه مد نظر بگیرند، از دکتر ناصر اوریا متخصص امراض داخله در ایالت تکساس میشنویم که از طریق اسکایپ با ما هستند. دکتر اوریا سلام با شما، ممنون و تشکر فراوان از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. در حالی که ماه رمضان امسال در تابستان واقع شده و ساعات روزه داشتن نیز طولانی تر است در مقایسه با فصل‌های دیگر سال، شما ابتدا فواید صحی روزه را بر بدن فرد چطور ارزیابی میکنین؟ چه فوایدی را روزه گرفتن برای فرد داره؟ خانم روزبه، تشکر از شما و سلام به بینندگان محترم. خب از نظر دینی کم پیشتر توضیح شد، مسائل صحی روزه طبعا فواید زیادی داره، حتی روزه های طبی هم در امریکا و سایر کشورهای غربی امروز توصیه میشه برای بعض امراض مشکل، تداویشان مشکل است. البته از نظر صحی روزه تاثیرات مفیدی که داره زیادتر بالای استقلاب یا مصرف شحمیات یا چربی ها و ذخیره مواد قندی در وجود که در طول سال ذخیره میشه و در ماه رمضان ایره میتونه وجود به بسیار شکل درست به مصرف برسانه و از ذخیره مواد در وجود جلوگیری بکنه. بله، هستند تعداد کسانی که وقتی اینا روزه میگیرن معمولا بعد از چند ساعت علائم مثل معده دردی یا سردردی عارض حال از اونا میشه. این گروه افراد باید چه بکنن تا از وضعیت صحی بهتر در طول ماه رمضان برخوردار باشن و بتونن به شکل درست فرایض خود را به جا بیارن؟ اما تا که میفهمین مسئله روزه یک مسئله جوانی است تا جسمی. اگر آدم میبینه که خب تکالیف معده کسایی که دارن اونا از نظر دینی شاید معاف باشن، اما بسیاری ما شما وقتی که صبح یک ساعت چای صبح نوخ میخوریم میبینیم که معده به تکلیف میشه یا تحملش نداریم، اما وقتی که آدم آمادگی ذهنی و روانی داشته باشه در 15 ساعت هم کدام تکلیف عاید حالش نمیشه و کسایی که شکر خونشان پایین میرن میتونه یک از عوامل سردردی پایین رفتن قند خون باشه که البته اینا خوب است که معاینات خود بکنن که اینا مرشد باشن. خب در روزه دو چیز مطرح است، یکی نخوردن غذا، دیگری نگرفتن و یا نیاشامیدن مایعات که یکی از عمده ترین تلقی میشه. تعداد هستن که وقتی روزه افطار میکنن اینا بسیار زیاد چای می نوشن، تعداد هستن که آب می نوشن. برداشت شما در قبال فراهم آوردن مایعات مورد نیاز بدن در طول ماه رمضان چیست؟ توصیه شما برای کسایی که روزه میگیرن در این مورد چیست؟ کسایی که روزه میگیرن یکی از مسائل عمده مسئله مایعات است. بله. و درست است، در جامعه ما چای زیاد مصرف میشه. چای تاثیرات داره که اینا یک تاثیر مدرر داره که کسایی که زیاد چای میخورن طبعا زیاد ادرار میکنن که این باعث زیاد مایعات میشه. بله. زیادترین و بهترین چیزی که مصرف باید بشه آب خالص است، نه آبای به حساب گازدار مثل کوک، فانتا و دیگر نوشیدنی های غیر صحی. خب توصیه شما در بخش مواد غذایی چیست؟ در حالی که در طول روز فعالیت‌های بدنی و کار صورت می‌گیره، کدام نوع کالری و چه نوع مواد غذایی را شما توصیه می‌کنین برای سحری؟ مواد غذایی که متأسفانه در جامعه ما مصرف می‌شد فقط شب و روز تبدیل می‌کنیم، الان که فلسفه روز متفاوت از این است. بله. زیادتر مایعات باید سر فشار آورده شود و مواد غذایی که اینا زیادتر فایبر یا الیاف داره مثل سبزیجات، میوه‌جات زیادتر مصرف شود، نظر به مواد غذایی که چربی زیاد داره و گوشت و مواد غذایی دیگه که بسیار پر چرب است و مواد قندی که میگیرن مواد قندی بگیره. بله. که طبی گلایسیمیک اندکسش پایین باشد که جذب و هضمش. تشکر دکتر اوریا. بله ممنون شما. البته قابل تذکر است که ما شما را یک ساعت بعد از ختم برنامه در صفحه فیسبوک با خود داریم تا با سوالهای بیننده ها در مورد گرفتن روزه و تاثیرات از او بر بدن و یا تکالیف صحی که دارن پاسخ بگوین. ممنون و تشکر از اینکه میزبانی بحث در فیسبوک نیز پذیرفتین و از نظریاتی که ارائه دادین. امروز در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا روی این موضوع خواهان دریافت نظریات شما شده بودیم که ماه رمضان در منطقه و محل زندگی شما چگونه میگذرد. آقای جم شهباز از کابل نوشته است که رمضان ماه مهمانی خداست، خوشا به حال آنانی که مهمان وی باشند. آقای محمد اختیار از افغانستان نوشته است که ماه رمضان یعنی با خبر بودن از حال آنهایی که
چیزی برای خوردن ندارند. شما نیز می توانید با رجوع به صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا با آدرس facebook.com/voetvashna نظرت خود را با ما در این مورد در میان بگذارید و همچنان بحث مجازی به میزبانی دکتر اوریا خیر را برای یک ساعت در این صفحه فراموش نکنید که به سوالات شما در مورد گرفتن روزه پاسخ خواهند گفت. امیدوارم که در این بحث مجازی شرکت کنید. چهره های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا. اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید. باب کریمر اگر پادشاه کارتسازی امریکا خوانده شود به جا خواهد بود، زیرا وی مانند مزوراتی که در تولید موترهای سپورتی شهرت دارد در ساختن کارتهای تیز و برنده آشپزی بی نظیر است. سولی خبرنگار صدای امریکا گزارش در این مورد تهیه کرده است که همکارم تقدیمتان میکند. باب قطعات منتخب فولاد را با دست به یک نوع ابزار بدل می کند که مشتریان با کمال میل سالها برای آن منتظر می مانند تا قطعه به این زیبایی را به دست دارند. این کارد آشپزی 10 اینچی خیلی متفاوت است. برای انواع امور آشپزی در آشپزخانه مورد استفاده قرار گرفته می تواند. یک تن از علاقمندان کارت‌های کرامر می‌گوید کارت‌های ساخت دست او به مثابه شمشیر سامورایی ژاپنی است که خرسند می‌شود آن را به اثبات برساند. چه بخواهید بادنجان رومی را با آن قطع کنید یا ریسمان را و یا چوب را و یا صرف به طور عادی برای پارچه کردن مواد خوراکی در آشپزخانه از آن استفاده کنید. برای همه این کارها این کارت مورد استفاده قرار گرفته می تواند و خیلی تیز و برنده هم است. ما می توانیم صرف آنها را نازکتر، مقاومتر و سختتر از یک کارد بسازیم که در سطح تولید قرار دارد. صرف مطابق به سفارش مشتریان مانند فراری ساخته می شود و در دستتان خیلی قوی احساس می شود. قیمت هر اینچ کاردهای ساخت باب $300 است. پس یک کارد عادی ساخت دست او با طول 25 سانتی متر و بهای $3,000 به فروش می رسد. کاردهای با دم فولادی شبیه به این یکی قیمت آن را بالاتر می برد، اما هیچ کسی دیگری شبیه آن را ندارد و نمی سازد. چرخ فولادی که با 25 لایه بسیار نازک گرم می شود با فشار و چرخش باعث ایجاد صدها لایه دیگر می گردد. همه مراحل ساختن یک کارد 2.5 روز را در بر می گیرد. کرامر در هر سال صرف 150 کارد ساخته می تواند. دقت و توجه به جزئیات است که مرا قادر می سازد تا کارت های بسازم که از هزاران کارت فلزی که یک شرکت تولید می کند متفاوت باشد. کیفیت برخی از آنها محسوس نیست، اما در یک تعداد دیگر این تفاوت با وضاحت دیده می شود. شما نمی توانید کارت کرامر را سفارش دهید. نام ها به اساس قرعه انتخاب می شوند. اگر امروز برای به دست آوردن یکی از کارت های ساخت او نام نویسی کنید، ممکن است کارت مورد نظر خود را در ظرف 2 سال دریافت نمایید. لیلا ماحبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در کابل مسابقات فوتسال یا فوتبال داخل جمنازیوم آغاز شده است. در این مسابقات کلب‌های آزاد، رسانه‌ها، پوهنتون‌های آمریکایی افغانستان و 14 تیم دیگر در 2 گروه شرکت کردند. بازیکنان می‌گویند آنها در راه پیشرفت ورزش سعی می‌کنند تا هم ورزش را ارتقا دهند و خود را از مواد مخدر و اعتیاد به آن دور نگه دارند. با وجود آنکه این بازی ها در ماه مبارک رمضان جریان دارد، برای طوری که لازم است آنان جمنازیومی را که بتوانند به طور دائم از آن برای تمرینات خود استفاده کنند در اختیار ندارند. همه فوتبال ها، همه جام ها میتونیم بازیکنان خوبه از اینجا و استعدادها از اینجا شناسایی بشه و از اینها در تیم ملی دعوت بشه. اگه بتوانن نمایش خوبی را از خود به جای بذارن. مقامات میگویند که در پایان این تورنمنت ورزشکاران برجسته به تیم فوتسال رسانه ها انتخاب خواهند شد
که در آینده در مسابقات ملی نیز شرکت خواهند ورزید. میرسیم به ختم بخش دری برنامه این ساعت. قابل یادآوری است که میزبان بحث مجازی ما در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا دکتر اوریا خیل روی اهمیت روزه و تاثیر آن بر صحت بدن خواهند بود که شما می توانید با عضویت در این صفحه در این بحث شرکت کرده و نظریات صحی را در قبال پرسش های خود دریافت دارید. امیدوارم همراهی ما را در نیم ساعت بعدی برنامه و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را که با ختم برنامه تلویزیون آغاز می گردد فراموش نکنید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.